آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ماست. خانم امینی، چقدر مهم هست به نظرتون اهدای این جایزه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و اجازه بدین تبریک بگم گرفتن این جایزه رو با همه تلخی هایی که در 4 ماه گذشته مردم ایران و زنان ایران پشت سر گذاشتن، اما جای قدردانی داره از همه کسانی که این جایزه رو اهدا کردن، این توجه رو مبذول داشتن به شعار مترقی زن زندگی آزادی که از همه جای ایران شنیده میشه. شما از اهمیت این جایزه پرسیدین، اجازه بدین اون رو ربط بدم به همین دو تاریخی که شما هم بهش اشاره کردین، در سال 2009 و 13 سال بعد از اون در سال 2023 یک جایزه مهم معتبر بین المللی در حوزه حقوق زنان به دو جنبشی که به مسائل حقوق زنان در ایران میپردازه اهدا شده. این خودش نشون میده که در واقع این نهضت، این حرکتی که در ایران برای حق طلبی حقوق زنان وجود داره، بسیار فراتر از یک فرد هست، بسیار فراتر از یک گروه هست. این جنبشی هست که در واقع جریان داشته در طول زمان و همین دو جایزه نشون میده که توجه بین المللی رو هم به خودش جلب کرده. خانم امینی، به نظر میاد که تقریبا همه جامعه جهانی، دست کم بخش لیبرال و غربیش، هم صدا هستن با معترضان ایرانی، زنان ایرانی. یعنی نقدی بر درخواستای اونها وجود نداره، ولی بعد از اون بر حرفای امروز آقای خامنه‌ای رو میشنویم، به نظر میاد یک دریایی فاصله است بین او و بطن جامعه. چقدر فکر میکنید که جوایز این چنینی، حمایت‌های این چنینی میتونه کمک بکنه که این فاصله بالاخره به یه جایی برسه که سقوط بکنه؟ بر آقای خامنه‌ای که حرجی نیست. آقای خامنه‌ای به کرات و با صراحت داره بارها گفته که اساساً به برابری اعتقاد نداره. همین امروز هم در قهوه‌ی کلامش این مشخص بود و در واقع زن رو در یک ویترینی میپسنده که اون سیستم مرد سالار، پدر سالار، ایدئولوژیک اسلامی به اون در واقع املا میکنه به جامعه، دیکته میکنه به جامعه. اما شاید جای پرسش بیشتر باید از بسیاری از حرکت‌های سیاسی، بسیاری از گروه‌های سیاسی و به طور خاص مردان سیاستمدار و اکتیویست ایرانی پرسید که هنوز با توجه به این صدای بلندی که شنیده میشه، این صدای بلندی که این همه توجه در دنیا رو به خودش جلب کرده، باید پرسید چطور میشه که در گروه‌هاشون، در حرکت‌هاشون، در بیانیه‌ها و شعارهاشون همچنان این خلأ برابری جنسیتی وجود داره و دیده میشه. بنابراین اگر قراره که ما خامنه‌ای رو فراموش کنیم، او به نظر من یک فرد فراموش شده در آینده ایران هست، ولی اون چیزی که مهم هست حرکتی هست که ما امروز درش قرار داریم. اگر قراره در مورد آزادی و برابری ایران حرف بزنیم، امکان نداره که برابری جنسیتی رو امروز بتونیم از ادبیات سیاسیمون خارج بکنیم. و این یک هشدار هست، نه یک هشدار در واقع منفی، بلکه یک دعوت هست از همه کسانی که امروز دارن کار میکنن، امروز دارن حرکت میکنن به سوی آینده ایران و باید بدونن که این مسیر بدون برابری جنسیتی امکان پذیر نیست. این صدای انقلاب ژینا هست و نمیشه ناشنیدش گرفت. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ممنونم از شما.